بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا وحبيبنا ابي القاسم المصطفى محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. واللعن الدائم على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. امام حسین علیه السلام میفرمایند که اگر کاری رو با اشتیاق، با علاقه، حتی تعبیرشون اینه که با عجله، میگن در کار خیر شتاب کن، با شوق انجام ندادی، اون کار رو کار خوب ندون. اگه کار خوبی رو منفعلانه انجام دادی، وای نماز شده من باید برم نماز بخونم دیگه، حالا زودتر بخونم دیگه خلاص بشم، این یعنی منفعلانه نماز خوندن. خب این نماز رو ننویس برای خودت. صدقه ای دادی، منفعلانه صدقه دادی، وامی دادی منفعلانه، با اشتیاق اون کار رو انجام ندادی، امام حسین علیه السلام می فرماید اینو کار خوب حساب نکن. باید آدم در کار خوب شتاب داشته باشه، سرعت داشته باشه. سارعوا الى مغفرة من ربكم. منفعلانه نگو خب خدایا ما رو ببخش، نه، این سرعت توش نبود، اشتیاق توش نبود، حرکت پرشتاب توش نبود. سارعوا الى مغفرة، میخوای بری جلسه دعا همه شوق تو ببینن، اوه چه عجله ای داره، میخوای بری سمت نماز شب، سجاده دعا و عبادت، ببینن حداقل ملائکه. حالا تظاهرات بیرونیشو من کاری ندارم، نمیخوایم متظاهرانه رفتار بکنیم، ملائکه ببینن تو لحظه شماری میکردی، میخوای بری جلسه دعای ندبه لحظه شماری میکردی بری، هی خانومت بگه بابا هنوز نیم ساعت دیگه مونده، بناس آفتاب زده مثلا دعای ندبه رو شروع کنن، هی نگاه کنی به پنجره چه خبره، حالا دعای ندبس دیگه هر هفته هست. بگو ابا عبدالله الحسین علیه السلام فرموده از کاری که درش شوق نداشتی، با شور، با اشتیاق انجام ندادی، کار حساب نکن، کار خوب حساب نکن. در یکی از دعاها، دعای عهد، میخونی این رو تمنا میکنی، خدایا من رو جزو سرعت دارندگان، سرعت گیرندگان به سوی امام زمان قرار بده، والمسارعین الیه، با شتاب برم، نه اینکه منفعلانه. بله خب آقا اگر بیان که اگر نیاز باشه ما هم توفیق داشته باشیم خدمت میکنیم انشالله، خب توفیق بزرگیه، خب قطعا تو به درد امام زمان نمیخوری، اینقدر چند تا شرط گذاشتی و اگر و مگر. و یه نفر اومد با یک لحن عرفانی و گفتش که جوانی بود، این 313 نفر اصحاب حضرت نامشون ثبت شده، مشخص کیا هستن، یا مثلا بریم دعا کنیم اسم ما رو مینویسن. گفتم والا نمیدونم، احتمالاً ثبت شده ولی ممکنه جای خالی هم داشته باشن، بپذیرن، منتها اسم شما رو نمی نویسن. گفتش که چرا؟ مثلا یکی بهش برخورد که حالا من مثلا چه بدی دارم، میریم انشالله سعی میکنیم بچه خوبی بشیم، تمنا میکنیم. گفتم اسم کسانی رو می نویسن که برن در خونه حضرت بگن آقا جون من کاری ندارم به این که شما اسم 313 نفر رو نوشتی، لیست پره یا جا داری، اسم منو باید بنویسی، من به این چیزاش کاری ندارم، اسم اونو می نویسن، نه اسم شمایی که شازده. آقا جا هست بریم، نخه جا نیست نمیخواد بیاد. والمسارعین الی، سرعت بگیریم، یه جوری نشون بده خودشو این سرعت. یک نفر ولی الله الاعظم امنیت رو در جهان چجوری حاکم میکنه،
چجوری بفرمایید؟ پلیس زیاد داره، اسلحه زیاد داره، نیرو امنیتی زیاد خواهد داشت. با دیکتاتوری هر کجا کسی نطقی بکشه او رو مثلا خفه میکنه. نعوذ بالله که دیکتاتوری رو بخوایم به حضرت نسبت بدیم، نکنه حضرت معجزه میکنه، مسخ میکنه دلها رو، یه ذکر میگه یه دفعه همه منافقین بی‌حس میشن، نمیتونن کاری بکنن. چجوری حضرت جهان رو اداره میکنه؟ با ابهتش، با عظمتی که در دلهای عاشقانش داره. کسی میخواد کمی تضعیف بکنه حکومت حضرت رو، مثل چی بگم، میترس از یاران حضرت. نه اینکه یاران حضرت بخوان وحشی باشن اذیتش کنن، از شوقی که یاران حضرت به او دارن، از اعتقادی که به او دارن، از صلابتی که دارن، از منطقی که دارن. خود به خود کسانی که میخوان علیه حضرت کاری بکنن خودشون خفقان میگیرن. خفقانی بر اونها حاکم نیست. آه حرفی داری بزن، میگه من جرأت نمیکنم، سر کیو شیره بمالم که کسی سر شیره مالیده نمیشه. چه چرت و پرتی بگم که طرفدار نداره الان. تا بخوام حرف منافقانه بزنم همه حرف منو میخونن، غرض من و مرض من رو میفهمن. لذا یه حکومت امن و آرام به مدد محبتی که اطرافیان حضرت به حضرت دارن. و المسارعین الی و الزابین عنه و المستشهدین بین یدی. موضوع خود حضرته. اون موقع دیگه کسی زیاد اسلام نمی کنه. همه میگن آقا آقا. نه اینکه اسلام حذف میشه، اسلام در او متجلیست. حالا یه بحثی رو اینجا در توضیح عرض کنم دوستان من. فکر نکنید ما حالا چون هیئتی هستیم و دعای ندبه‌ای هستیم و این جلسه رو ما پیدا کردیم که یک دعای ندبه نیم قرنه، بیش از نیم قرن اینجا داره، داریم این حرفا رو میزنیم. صدر اسلام هم موضوع بیش از این که اسلام باشه شخص پیغمبر بود، شخص رسول خدا بود. از اون اولش مردم مکه بیدین که نبودن، که یعنی بی مذهب و بی معنویت نبودن. بذارید چند تا رو مثال بزنم براتون، اینا رو برید محکم اینور اونور بگید. همینجا من دارم این همه طالب رو عرض میکنم، میدونم عوارض داره، میدونم ازش سوء استفاده میکنن، بعضی یه قسمت هایشو میگیرن یه قسمت هایشو حذف میکنن، اصلا عقده‌این بعضی ها نسبت به این حرف ها. بذارید براتون توضیح بدم، برید با این اون صحبت بکنید. اگر دوچار چالش نکردید خیلی ها رو، تازه انگار محک زدی دلها رو، بیماری ها میزنه بیرون، ولایت گریزی ها و ولایت ستیزی ها یه دفعه خودشو نشون میده. با احتیاط هم اگه خواستی این حرف رو به کسی بزنی بگو. آقا قبل از ظهور پیامبر اکرم در مکه مکرمه مردم که بیدین نبودن، حج که میکردن، ایام حج رو که گرامی میداشتن. انقدر موسم حج در مکه مکرمه گرامی بود که پیامبر اکرم 3 سالی که تو شعب ابی طالب از گرسنگی داشتن هلاک میشدن. شب و روز دور پیغمبر اکرم رو ابو طالب علیه السلام نگهبان گذاشته بود که مبادا تعدی بکنن به جان ایشون. اینقدر ناامن بود فضا. از گرسنگی خدیجه کبرا همسر گرامی رسول خدا از دنیا رفت. تو اون شرایط سخت اون مردم مکه اینقدر معنوی بودن، اینقدر اخلاقی بودن که موسم حج میشد میگفتن رسول خدا هم آزاد. رسول خدا آزادانه میومد تبلیغشو میکرد و اصلا مردم مدینه یکی دوتاشون و بعد 72 نفرشون در جریان همین موسم حج بود و فرصتی که مردم مکه به خاطر اون معنویت، همون معنویت دوران جاهلی دادن به پیغمبر، رسول خدا تونست ارتباط پیدا کنه با مردم مدینه. سعی بین صفا و مروه که تو قرآن نوشته است که همون جوری که قبل از اسلام این سعی بین صفا و مروه انجام میشد همینطور انجام بدید. نماز که میخوندن منتها موقع سجده دراز میکشیدن. کعبه که مقدس بود چون زیارتگاه بود از اطراف و اکناف میومدن، و الا سپاه ابراهیم برای چی اومده بودن مکه رو خراب کنن؟ معلوم بوده در دوران جاهلیت مردم این چیزا رو میفهمیدن.
من میخوام موارد معنوی و اخلاقی مردم دوران جاهلیت که تازه بد بودن اونا رو بخوام بگم. شما میبینید از بسیاری از شهرهای مذهبی امروز دنیا مذهبی ترن. نصف شب میخواستم خونه پیغمبر بریزن بکشن پیغمبر رو در لیلت المبیت، و قاتلا به هم دیگه برگشتن گفتن که نصف شب الان بریم زن و بچه زابرا میشن، بذارید نزدیک صبح بریم. ولی شما فکر نکنید عرب از دم کسانی بودن که دختر زنده به گور میکردن، پس با کی ازدواج میکردن؟ پس حضرت خدیجه چرا انقدر محترم بوده که همه عاشق این بودن که با ایشون ازدواج کنن؟ امیرالمومنین میفرماد در زمان جاهلیت کسی دست روی زنی بلند میکرد در شهر مکه، نه اعراب جاهلی اطراف، کسی دست روی زنی بلند میکرد تا چند نسل او مورد مذمت قرار میگرفت، بهش میگفتن که برو تو همونی هستی که بابا بزرگت دست روی زنی بلند کرده بود، و او خجالت میکشید. نه اینکه شهر مکی شهر بی در و دروازه ای باشه، بدبخت بیچاره دیگه، اصلا پیغمبر اکرم تو اون شهر معنویت خودش رو ابلاغ بکنه و یارگیری بکنه دیگه هنر نیست. آقا رفتید توی بیغوله، منم میرفتم همه تحویلم میگرفتم. نه، مکی یک شهر مذهبی بود. از اول دعوا سر دین نبود، دعوا سر خدا نبود، دعوا سر عبادت نبود، دعوا سر این بود رسول خدا آمد فرمود من پیامبرم، پیامبری من، نبوت من رو قبول بکنید. اونا سرش ایستادن. بعد رسول خدا دعوت که میکرد میومد به اقوام میگفت بیاید از من دفاع بکنید. موضوع رسول خدا بود. اونا با این دعوا نداشتن که حالا شما میگی ما نماز میخوابیدیم میخوندیم رو به مکه، شما میگی جمع کن خودتو حالت سجده بگیر، به خاطر این میخوام پیغمبر بکشن؟ آقا چرا گفتیم ما جمع بشیم حالت سجده بگذاریم؟ حالا این دوتا همچی خیلی با هم فرق میکنه. دعوا که سر این چیزا نبود، دعوا سر پذیرش رسالت این آقا بود. از اول این طور بود. حتی فیوز دیدید میپره بعضی وقتا؟ بله؟ شما الان مواظب باشید فیوزا نپره ها، چون یه قسمت های از تاریخ رو به ما کم گفتن. بعضی وقتا میگیم یه دفعه فیوزا میپره. برقای مسجد هم مواظب باشید نپره یه وقتی. آروم بگم، حتی رسول خدا گاهی از اوقات دعوت به توحید نمی کردن، دعوت به نصرت خودشون می کردن. رفتن با قوم بنی ربیعه گفتن من با اعتقادات دینی شما کاری ندارم، بیاید قرارداد ببندید از من دفاع کنید. یکی از اونها برگشت گفت این عجب مردیه، میتونه عرب رو بخوره از قدرت و نفوذ سیاسی که داره، قریب واقع شده، بریم کمکش بکنیم این حکومت رو به دست میگیره، بعدش هم سهیم. گفت خب اگر شما حکومت و قدرت رو گرفتی بعدش ما شریک. رسول خدا فرمود نخیر، بعدش هر کسی خدا گفت میاد منو کمک بکنید یا نه. حضرت رفتن طائف، بحثشون این بود میاد منو کمک بکنید یا نه. مردم مدینه چند نفرشون مسلمون شدن، به 72 نفر رسیدن، اومدن پیش رسول خدا. حضرت فرمود میاد با من قرارداد بنویسید از من دفاع بکنید، از بچه های من دفاع بکنید یا نه. در صدر اسلام هم شخص نازنین رسول خدا، ایمان به او، شخص رسول خدا و حمایت از او مطرح بوده. اینجور نبوده که ما بگیم آقا یا رسول الله شما بفرمایید، ما پیام شما، دین شما رو گرفتیم، دست شما نکنه، خیلی ممنون. بنی العباس همینو میگفتن پیامبر یه پیکی بود، پیغامی آورد رفت، ما ایم و دین و خدا. 500 سال حکومت کردن. راست اینم بگم، میدونید کلمه پیغمبر کلن غلطه؟
حدیث داریم، یه نفر اومد گفت یا نبی الله، گفت یا نبی الله، نبی یعنی ای خبر آورنده از خدا. حضرت فرمود من نبی الله نیستم، من نبی اللهم. گفت آقا فرقش چیه؟ حضرت فرمود نبع یعنی خبر، تو یه جوری گفتی نبی الله که انگار من خبر آورده ام از جانب خدا. بحث سر این نیست، بحث سر اینه من نبی الله هستم. نبی یعنی کسی که برجسته تر است و برجستگی او را خدا تایید کرده است، او را خدا بر دیگران برگزیده است. لذا کلمه پیغمبر تو فارسی ما برای خود پیامبر خدا میگیم غلطه. من چیکار کنم؟ من تو همین سخنرانی هم 10 مرتبه گفتم، چون دیگه افتاده سر زبونمون دیگه. خود رسول خدا فرمود من پیغمبر نیستم، من برگزیده خدام، من رسول خدام، من فرستاده او هستم، من فرمانده شما هستم، من ولی خدا هستم، من ولی شما هستم. بنی العباس میگفتن نه ایشون پیام آورده، پیغمبره. این دیگه سر زبون ما افتاده، 500 سال کار شده. میخوای شما یه دفعه ما 40 ساله 50 ساله این فرنگو عوضش بکنیم؟ اونا میگفتن ما خلیفت اللهیم، ایشون پیک بودن، پیغام آوردن. لذا تا میتونید به جای پیغمبر بگید رسول خدا، فرستاده خدا، برگزیده خدا. از اول اسلام دعوا سر شخص ولی خدا بود، اینو نمیپذیرفتن، نبوت او رو نمیپذیرفتن، بر جستگی او رو نمیپذیرفتن، برتری او رو نمیپذیرفتن. آقا و مولامون که تشریف فرما بشن، داستان به اصلش برمیگرده. موضوع همه دلها و همه تحولات و همه حرکتها میشه شخص ولی الله الاعظم، بقیت الله ولی عصر، حجت ابن الحسن العسکری، ارواحنا له الفدا. خب برنامه های دیگه هم دارید، عرض خودم رو ناتمام رها کنم. شما الحمدلله گیرندگیتون بالاست، اصلا بنده زیره به کرمان آوردم. خب در دعای اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن ارواحنا له الفدا صلواتو که علیه و علی آبائهی الی آخر، میبینید این دعا تو اوج ماه رمضونتون باید تکرار کنید، تو مفاتیح نوشته مال اونجاست. خب تو این دعا میبینید که همه چی فرع وجود آقاست. آقا بیا جهان رو آباد کن، جهان کدومه؟ آقا شما گلی، شما باید از پشت پرده غیبت بیای بیرون. نمیگی خدا امام زمان را برسان تا ما را آباد کند، میگی خدایا امام زمان را از پشت پرده غیبت برون آور تا او بهره مند بشود از حکومت کردن، از غربت و غیبت خارج بشود. حتی تمتعه فیها طویلا. من قصم اینه که تو چرا پشت پرده بمانی؟ خودمون الهی فدای سرت، 1000 جهان فدای تو یبن الحسن. ما همه اصلا نابود، تو چرا پشت پرده غیبتی؟ دعای اللهم کل ولی دعای فوق العاده ایه، خیلی معرفت میخواد. خدایا اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن، برای ولی خودت چی باش؟ دستگیر او باش، قائد او باش، چشم او باش، ناصر او باش، تا اینکه او را بیاوری ظهور کند و بهره ببرد و حکومت بکند. موضوع اوست، ما کی هستیم؟ جهان چیه در مقابل قدم های ایشون؟ توسکه نهو ارزکه، او رو ساکن کنی و حاکم بکنی در روی زمین، تمام، ما حرف دیگه ای نداریم. خب عرض بنده جمع، ببینید امام حسین علیه السلام می فرماید کاری که توش سرعت و اشتیاق نداشتی
کار خوب ندون. برای حجت ابن الحسن العسکری ارواحنا له الفدا، برای یاری او باید سرعت داشت، باید شتاب داشت، باید از خود حرارت نشون داد، درسته؟ باید این اشتیاق رو نشون داد، درسته؟ جلسه دعای کمل نگرفتید مهم نیست، دعای کمل اصلش تنهایی جمعی که نیست، ولی دعای ندبه رو همه باید بیان، چون مودت واجبه، ابراز محبت لازمه. باید با صدای بلند بگی، باید چراغونی کنی، باید در و دیوار رو چراغ بزنی. مناجات که ما نصف شب برو تنهایی تو خونه خودت با خدا گریه کن. اما اینجا با موضوع اهل بیت، قسمت اول سخن این بود، قسمت دوم این بود که این شد که اساساً شخص ولی الله الاعظم برای ما مطرحه. چند تا دعا کنم عرضم تمام. خدایا ما رو جز و عاشقان حضرت که موجب امنیت و استحکام و اقتدار و حکومت حضرت در جهان می شوند قرار بده. الان هم خدمت شما عرض بکنم، ما اینجور که الان کشته مرده هستیم برای امام، برای رهبری، داریم پالس نمیدونم، داریم پیام میدیم به عالم ها. این آقا نایب عام میشه، بذار خودش بیاد اون وقت میفهمید چه خبر میشه. ما الان 20 میلیون نفر میریم اربعین زیارت ابا عبدالله الحسین پیاده، اینا خبرهاییست که تو عالم میدیم، عالم میفهمه اینا رو، نمیگن اینا رو تو اخبارشون. آقا اینا آقاشون بیاد چه میکنن؟ این میشه مایه حکومت حضرت. هرچی عشق بازی میکنی با امام زمانت میره مایه اقتدار حکومت حضرت میشه. جلسات روزه رو رها نکنید. مردم این روزه خوندنهای شما رو، مردم جهان میبینن. الان دیگه روزه خوندن الحمدلله جهانی شده، دسته های پیاده روی با اون 20 میلیون جهانی شده. خیلی سعی میکنن مخفیش کنن. شبکه خبیث بی بی سی برمیگرده برای ده ها میلیونی میگه ده ها هزار نفر دارن میرن اربعین زیارت. ای الهی نابود بشی که خودمون نابودت میکنیم. میزنه سر مال خدا. ما که از شنیدن خبر دروغ ضرر نمی کنیم، که راست استحکام بیشتری پیدا می کنیم. ما که نگران نیستیم که رقاصی ها و هرزگی ها دیده میشه. چرا؟ خب زودتر مردم سیر میشن، مثل مردم غرب از این مسخره بازی ها. تموم شد رفت. آقا بعضی ها منحرف میشن، ما دعا میکنیم کسی منحرف نشه. خب منحرف بشه چه اتفاقی میفته؟ میره دنبال هرزگی، دنبال زن و بچه داری نمیره، نسلش هم قطع میشه. شرش کرد. ما که ما ناراحت خود آدماییم. ولی بحث اینه که تو این خبیث رو آوردی، اینا نفس سیاهشون تو خونه منتشر که میشه، اون خونه دیگه جای زندگیه؟ یه ذره طرف آدم حسابی باشه، چشمشو ببن بگو میخوام ببرم به دیگه جایی، بیارش تو این مسجد. یه ذره آدم حسابی باشه بگو الان کجایی؟ تو گاراژیم، توی خونه ایم، تو انباری هستیم، ماشین مثلا توی کجاییم الان؟ یه ذره آدم حسابی باشه بیاد تو این مسجد میگه جای نورانی اومدیم. یه ذره. خب اونو ببر توی خونه ای که ماهواره هست، یه حالم گرفته شد. آقای بهلول بود اصلا آدم دارای کشف و کرامتی لااقل نقل نشده، اومده بود منزل یکی از رفقای ما توی شهرک غرب، شون برده بودش تو خونه، مثلا دارن پارکینگش محرما روزه میگیرن، حالا پارکینگ چند تا ماشین دود کثیف اینا، الان شده محل کار، یه خونه مثلا نه آنچنانی، محقری مثلا معمولی، نه محقر. بعد میگه تا آقای بهلول آوردم تو، یه دفعه برگشت گفت شما اینجا روزه میگیرید؟ میگه منم گفتم نه، چون ما روزه دائمی نداشتیم. گفت نه اینجا روزه میگیرید؟ گفتم ها دهه محرم آره زیارت عاشورا داریم. گفت معلومه، ما تو اون خبیث رو میبری اون تو معلوم نمیشه؟
حاجه های ابو ترابی میفرمودن با حاج آقا فخر رفته بودیم قزوین، یه دفعه در یه خونه گفت صبر کن اینجا، صبر کن اینجا، رفت در اون خونه رو بوسید و گفت آقا اینجا کجاست؟ مثلا برای اولین بار اومده بود قزوین. گفتیم اینجا یه حسینیه از قدیم توش روزه بوده، سالهاست، ده ها ساله. اون من اثر نورانی دستهای حضرت ولیعصر روی کندر این در رو دیدم. تو اون خبیث رو میبری تو خونه، این چیکار میکنه با خونه تو؟ چیکار میکنه؟ اینقدر خبیث بدبخت بیچاره، من به جای روزه اینو برای شما میگم و عرضم تمام. روز تاسوعاس پیار سال بی بی سی خبیث اینجوری میکنه، میگه که امروز روز تاسوعاس، مردم ایران برای برادر ناتنی امام حسین عزاداری میکنن. بدبخت ما پشت تریلی هامون نویسیم برادر یعنی عباس، میخوای هر جوری شده بزنی سر مال و بهش بگی برادر ناتنی؟ چرا میگی؟ میگه من یه تنی بود. نه خب برادر ناتنی بود، بیماری مرض اینه دیگه. میگه چی بگیم؟ نه دروغ باشه همم بزنه. اینا اگه روشون بشه بین ابوالفضل و امام حسین هم میخوان جدایی بندازن. بشه یه جوری صحبت کنن شأن عباس ابن علی رو بیارن پایین؟ این کارو میکنن. خدایا ما رو از شر این خبیثا خلاص بفرما، شوق ما به حضرت مهدی بیشتر بفرما، خدایا سرعت ما به سوی مهدی فاطمه بیشتر بگردان، موضوع دل ما دین ما حضرت ولی عصر قرار بده. فرمود امروز خوبه زیارت برید زیارت حرم ابا عبدالله الحسین علیه السلام. میدونید چجوری باید، من یه جمله نمیخوام روزه بخونم، میدونید چجوری باید به جون این خبیث ها افتاد؟ یا ابا عبدالله ما این کار ناتمام تو رو تمام خواهیم کرد. اومد بدن عباس رو زمین دید، شمشیر کشید رفت سراغ قاتلین عباس، در حالی که عشق میریخت صدا میزد حسین قریب، اینه تفرون، کجا فرار میکنید نامردا، دستا مقعد کردید، امیدم و ناامید کردید. اون دل پرقصه ابا عبدالله الحسین، خدایا به حق حضرت ولی عصر ما رو برطرف کننده قصه های دل ابا عبدالله الحسین قرار بده.